آدرس توییتر ما میهن تیوی وان. بله. با سلام و درود خدمت هممیهنان عزیز و درود بر پرسنل پزشکی ایران و درود به روان پاک جانباختگان پزشکی ایران در مبارزه با کرونا ویروس و همینطور سلام و درود و سپاس به هما خانم و آقای بهبهانی که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما هم میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 23 فروردین 1401 مطابق با 12 آوریل 2021 که اینجا بیشتر بهش میگن 2021 603 برنامه از 12 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم یک کلیپ یکی از دوستان فرستاده بود که تو اون کلیپ هم میگفتش که محبت را از حیوانات بیاموزیم. خوشحال شدم که شعار ما داره جهانی میشه. امیدوارم که فقط شعارش جهانی نشه بلکه آموزشش هم جهانی بشه که هم محبت رو جهانی کنیم، همه رو دوست داشته باشیم، به همه کمک کنیم، خدمت کنیم و هم محبت رو از حیوانات یاد بگیریم. خب خدمت شما عرض کنم که روز پنجشنبه پس فردا روز بزرگداشت عطار نیشابوریه. یک شاعری هم فرموده 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. و یک شاعر دیگه هم به طنز فرموده 7 مرغ چاق را عطار خورد، ما هنوز اندر خم یک جوجه ایم. بله خدمت عرض کنم که روز جمعه 26 فروردین آغاز جشن فطیر یا پسح به مدت 8 از شب 14 ماه نمیدونم باید بگم نیسان یا نیسان، در صورت بی سوادی منو ببخشید، تا شب 22 ماه نیسان یا نیسان ادامه داره و من این عید رو به همه یهودیان جهان و مخصوصا یهودیان ایرانی و ایرانی تبار تبریک میگم. خدمت شما عرض کنم در دوران دانشجویی 3 همکلاسی یهودی داشتم که اسم یکیشون اصلا یادم نیست، نمیدونم کجاست، یکیشون که بله یکیشون همون بعد از پایان تحصیلات رفتند اسرائیل و یکیشون هم رفت لس آنجلس و در خیلی هم اونجا موفقه. اتفاقا امروز برای این که متاسفانه من 50 ایران نبودم، الان رو خبر ندارم، ولی در بچگی ها و نوجوانی های من این متعصبین بچه ها رو تحریک میکردن که به زردشتی بگن گبر، به یهودی فوش بدن، به باهایی. من که باهایی بودم که اصلا سج باهایی معروف بودم، من هر که من دید به جای که من عطا صدا کنه سج باهایی صدا میکردم.
البته این یکی از افتخارات من، نه اینکه ناراحت بشم. بنابراین بله، برای معرفی زنان شهیر و موفق ایرانی یک بانوی یهودی رو انتخاب کردم که حضورتون معرفی میکنم. باز هم خدمت شما عرض کنم که این سرکار لیلا خانم انصاری عزیز ما هم دیشب هم امروز صبح به من زنگ زدن، یادآوری کردن که خدمت شما عرض کنم که لیلا و زنده یاد پیران این 600 برنامه من رو تبریک به من میگن. و البته این چرا ایشون زنده یاد پیران رو هم اضافه کردن، به خاطر اینکه زنده یاد پیران به ایشون گفته بود که برنامه من رو نگاه بکنه. البته ایشون از پزشک میترسن، دکتر فوبی دارن، ولی آقای پیران بهش گفته بود بابا این از پشت میکروفون که نمیتونه، از پشت کامرا که نمیتونه تو رو گاز بگیره، برو برنامهش نگاه کن نترس. در صورت البته آقای پیران گاهگاهی هم زنگ میزد، اگه من یک اشتباهی کرده بودم زنگ میزد، توضیح میداد، راهنمایی میکرد و هم از لیلا خانم عزیز و هم از روح زنده یاد پیران خیلی متشکرم و سپاسگزارم. خدمت شما عرض کنم، من برنامه‌ای که داشتم درباره سرطان لوزالمعده باعث شد دوستان عزیزی، من میگم دوستان، یه دو سه نفری از دوستانی که این برنامه رو دیدن و یکشون از دوستان خودم سوال کرد که آیا هیچ طریقه طب مکمل یا طب گیاهی چیزی نیست که بتونه کمک بکنه به این درمان سرطان لوزالمعده یا پانکراس؟ خدمت این دوستان عزیز عرض کنم که یک مقاله تهیه کردم که امروز براتون میخونم، ولی قبل از اینکه مقاله رو بخونم، من مقاله رو مینویسم و میخونم بخاطر اینکه تمام مواد خاکستری مغزم زده بیرون و نمیتونم اینا رو از حفظ براتون بگم که دقیق باشه و یه چیز عوضی نگم، برای همین مینویسم و از روش میخونم. این چیزی که خدمتتون عرض میکنم فقط اینها در حد مطالعات، در حد درمانی نیست. این مطالعات علمی انجام شده، حالا چه عملی بشه خدا میدونه. حالا اینی که من میخونم، بعدا نگین که حتی انصاری گفت سرطان لوزالمعده داری زردچوبه بخور خوب میشی، نه، فقط در سطح مطالعات علمی. و این برنامه من هم برنامه درمانی نیست، برنامه آگاهی دهنده است، آموزشیه. خب خدمتتون عرض کنم که سالانه نزدیک به 11600 مورد جدید سرطان پانکراس در کشور فرانسه کشف میشه. مطالعات نشان داده که برخی مواد غذایی می توانند در مبارزه با این بیماری مؤثر باشند. باز تکرار می کنم، در سطح مطالعات، نه در سطح درمانی. به نقل از مؤسسه ملی سرطان فرانسه، تعداد موارد جدید سرطان لوزالمعده در فرانسه سالانه حدود 9000 نفر تخمین زده می شود. این سرطان هم مردان و هم زنان را مبتلا می کند و اکثر قربانیان 50 سال به بالا دارند. سرطان لوزالمعده زمانی اتفاق می افتد که سلول های لوزالمعده به طور آنارشیک و کنترل نشده رشد کرده
و تکثیر می شود تا زمانی که تومور بدخیم را ایجاد کند. این مؤسسه تصریح می کند که بیشتر تومورها بر روی سر پانکراس، یعنی بخشی از آن که نزدیک روده است، ایجاد می شود. مطالعات علمی متعدد نقش کلیدی رژیم غذایی و سبک زندگی را به طور کلی در پیشگیری از بعضی سرطان‌ها نشان دادند. سرطان پانکراس نیز از این قاعده مستثنا نیست. در حالی که یک رژیم غذایی پرچربی به عنوان یک عامل خطر مهم در نظر گرفته می شود، غذاهای خاصی هم می توانند از ما محافظت کنند. در اینجا به چند تای آن اشاره می کنیم که می توانند سالانه از بروز هزاران سرطان جلوگیری کنند. برای سومین بار باز میگم این کمی عرض من در سطح تحقیقات دانشگاهی که انجام شده است، هنوز به مراحل درمانی نرسیده، ولی خب مسلمه غذای خوب، خوردن سبزی ها و میوه های تازه به سیستم دفاعی بدن کمک میکنه که از بیمار شدن نه تنها سرطان بلکه بیماری های دیگر هم محافظت بکنه. بعد چربی شکمی و اضافه وزن نیز از عوامل مهم خطر ابتلا به سرطان پانکراس هستند. مقامات بهداشتی توصیه می کنند که مصرف گوشت، مخصوصا گوشت قرمز، غذاهای دودی، غذاهای سرخ شده و غذاهای فراوری شده را محدود کنید. تنباکو، اینجا بهش میگن تابا، بیشتر منظور سیگاره. سیگار هم اینجا بهش میگن سیگارت. سیگار به اونی که ما میگیم سیگار برگ، به اون میگن سیگار. ولی خب چیزهای دیگه، تاباهای دیگه، تنباکوهای دیگه مثل پیپ، مثل قلیان، مثل اینجا که چپاق وجود نداره، در ایران چیزهای دیگه چپاق و همینطور جویدن تنباکو یا کشیدن داخل بینی، اینا همه مضر برای سلامتی. بله، سیگار نیز می تواند در بروز این سرطان نقش داشته باشد. توجه فرمایید، غذاهای ذکر شده در این مقاله نمی توانند تضمین کنند که 100% از این سرطان جلوگیری می کنند. با این حال شناخته شده که به محدود کردن خطرات کمک می کنند. با اینکه غذای ضد سرطان وجود ندارد، بعضی از آنها می توانند خطر ابتلا به بیماری را کاهش بدهند یا برعکس آن را افزایش بدهند. بله، اسید الاجیک به مقدار زیادی در توت فرنگی، انار و زغالخته یافت میشه که دارای خواص ضد سرطان پانکراس. در یک مطالعه آزمایشگاهی این ویترو، یعنی داخل لوله آزمایش، محققان دانشگاه کارولینای شمالی دریافتند که می تواند رشد سلول های سرطانی در اندام را در عرض 72 ساعت متوقف کند. تحقیقات بیشتر برای تایید این فرضیه و ایجاد دوزهای مؤثر بر روی انسان ادامه دارد. گوجه فرنگی، غنی‌ترین سبزیجات در داشتن لیکوپن است. یک جزء شیمیایی که توجه محققین مرکز بیمارستان مونتریال
که اینجا بهش میگیم سانتوس ایتالیه ده مونریال را به خود جلب کرد. بین سالهای 1994 تا 1997 دانشمندان رژیم غذایی 462 بیمار مبتلا به سرطان پانکراس را با لیکوپن غنی کردند و نتیجه آزمایش کاهش 31% سلول‌های سرطانی بود. دوز لیکوپن باید با توجه به سابقه بیماران مثل مصرف سیگار، بیماری‌های دیگر و اضافه وزن تنظیم شد. پروفسور دیوید خیاط در کتاب خود با عنوان رژیم واقعی ضد سرطان لوغه رژیم آنتی کانسر گزارش می‌دهد که کلم یک غذای مؤثر در مقابل سرطان پانکراس است. او به مطالعه اشاره می‌کند که خوردن کلم فرفری، اینجاش میگم این فرفری رو من گذاشتم، اینجا بهش میگن شوفریزه، برای اینکه برگاش پیچ خم زیاد زیاد داره، بهش کلم چینی هم اینجا میگن، نمیدونم جای دیگه چی میگن یا در ایران وجود داره. در صورت انواع همه کلم ها میتونن کمک کننده باشن. بله، کلم فرفری یا چینی حداقل یک بار در هفته خطر ابتلا به این بیماری را تا 40% کاهش می‌دهد و اسید فولیک موجود در آن نقش محافظتی بر روی اندام دارد. کیوی هم جزء لیست غذاهایی است که به مبارزه با سرطان لوزالمعده کمک می‌کند و به خاطر این است که یه دارای یک منبع سرشار از لوتئین است. و همین پروفسور دیوید خیاط در همان کتاب توضیح می‌دهد که این آنتی اکسیدان به عنوان عامل تحریک خودکشی سلول‌های آسیب دیده در کبد و پانکراس شناخته شده است. انبه رو به انگلیسی بهش میگن منگو، به فرانسه بهش میگن لامانگ. میوه ایست که حاوی لوپئول است که شناخته شده و دارای خواص ضد سرطانی. به منظور تایید این فرضیه، محققین بیمارستان سوژو در چین این لوپئول رو به داخل سلول‌های غده سرطانی پانکراس تزریق کردند و در نتیجه رشد سلول‌های آسیب دیده متوقف شد و حتی با خنسا کردن عنصر محرک بیماری منجر به مرگ این سلول‌ها شد. زردچوبه که از گیاه هندی به همین نام استخراج می شود می تواند به مبارزه با سلول های سرطانی پانکراس کمک کند. محققان دانشگاه تگزاس آن را 3 بار در هفته به مدت 1 ماه به موش های مبتلا به این بیماری تزریق کردند و نتیجه آن توقف 42% پیشرفت بیماری بود و هیچ عوارض جانبی نامطلوب دیده نشد. با مطالعه اثرات چای سبز بر روی متاساس ها بود که محققان دانشگاه اوزاکا در ژاپن و اثر بخشی بالقوه چای سبز بر روی سرطان لوزالمعده پی بردند. پس از تزریق عصاره چای سبز به 18 موش مبتلا به این بیماری، یعنی سرطان پانکراس موشا، مشاهده کردند که پس از 13 هفته
قده آنها نصف شده، برخلاف موشهایی که هیچ تصدیقی دریافت نکرده. خب بازم خدمت دوستان عرض کنم که اینها یک تحقیقاتی بوده که انجام شده و هنوز در همین تحقیقات در سطح موش و این ویترو اینها بوده. البته استفاده از این میوه‌ها و سبزی‌ها کمک کننده برای بهبودی سیستم دفاعی، سیستم بهداشتی بدن مفیده، ولی باز هم تکرار میکنم که اینها در سطح تحقیقات و برای اطلاع شما، یعنی اگه واقعا شما بخواید روی شما اثر بذاره شاید مجبوری روزی 5 کیلو زردچوبه بخوری که امکان پذیر نیست. من پس باز تکرار میکنم که از نظر آموزشی و دانشی این مسئله عرض شد. خب حالا بریم سر قسمت دوم برنامه. این جناب محمد رحیمیان دوست عزیز بنده و صاحب و سردبیر دو هفته نامه پیوند در مونترال لازم خواستن که درباره بواسیر یک مطلبی بنویسم که فکر میکنم دیروز یا امروز چاپ میشه. امروز 16 معمولا من این دو هفته نامه روزهای 15 و 30 ماه منتشر میشه، معمولا بعد منتشر شده باشه، ولی از وقتی که کووید لعنتی اومده همه مجلات اینجا هم کووید گرفتن، لاغر شدن، بغیر از یکی دوتا که بنیه دفاعیشون قوی بوده باقی همه صفحاتشون رو نصف کردن، کم کردن. من جمله پیوند لاغر شده و جناب سردبیر همیشه میخوان که مقاله‌ای که در پیوند چاپ میشه بیشتر از 1000 کلمه نباشه. حالا یه کمی اضافه شد اشکال نداره، ولی زیاد اضافه نشه. و چون این مقاله به صورت خلاصه شده در پیوند چاپ شد، من خواستم که امروز به صورت کاملتری خدمت دوستان و عزیزان این مسئله رو توضیح بدم. بواسیر یا هموروئیدها سیاه رگ‌های گشاد شده‌ای هستند که در داخل مقعد یا رکتوم تولید می‌شوند. البته این مطلب، البته این کاملا طبیعی است که هنگام تخلیه این رگ‌ها کمی متورم می‌شوند. این مشکل آلرژی من با اینکه صبح قرص خوردم که عطر نکنم، ولی برای هیچی خواب‌آور نیست، برای من خواب‌آوره. بله، هنگام تخلیه این رگ‌ها کمی متورم می‌شوند، ولی برعکس سیاه رگ‌های طبیعی در هنگام بیماری به طور دائم متورمند. در حدود 50% افراد 50 سال به بالا دچار هموروئید هستند. یبوست، بارداری و از دست دادن تونوس نسوج بر اثر بالا رفتن سن از عوامل اصلی این بیماری هستند. در بانوان باردار نشانه های بیماری معمولا پس از زایمان از بین می روند. سمپتوم ها یا نشانه ها گاه گاهی دیده می شوند و به راحتی شناخته می شوند، مثل خارش در نواحی مقعد، ناراحتی در حالت نشسته و خونریزی هنگام دفع مدفوع. معمولا یک حمله هموروئید چند روزی طول می کشد
و بعد برطرف می شود. اکثر کسانی که از هموروئیدها رنج می برند می توانند آن را با داروهایی که اکثرا توسط مادر بزرگها تجویز می شود آرام کنند و در صورت لزوم از داروهایی استفاده کنند که احتیاج به نسخه پزشک ندارند و می توانند از داروخانه بخرند. امکان دارد که هموروئیدها باعث درد و ناراحتی های تقریبا دائمی بشوند که در این صورت درمان پزشکی لازم می شود. انواع هموروئیدها. دو نوع هموروئید وجود دارد. هموروئیدهای خارجی که در زیر مقعد دیده می شوند که در آن نواحی تولید درد و تورم می کنند و حساس تر هستند تا هموروئیدهای داخلی، زیرا در آن نواحی فیبرهای عصبی حسی زیادی وجود دارد و متاسفانه امکان تولید لخته خون در سیاه رگ‌های گشاد شده خارجی خیلی بیشتر است تا سیاه رگ‌های داخلی. هموروئیدهای داخلی که در داخل مقعد و قسمت تحتانی رکتوم تولید می‌شوند و شبیه زائده‌های چند میلیمتری هستند و طبق پیشرفت بیماری به 4 مرحله تقسیم می شوند و اگر درمان نشوند از 1 مرحله به مرحله بعدی پیشرفت می کنند. این 4 مرحله عبارتند از مرحله اول هموروئید در داخل مقعد تولید شده، مرحله دوم در هنگام دفع هموروئید از مقعد خارج می شود، مرحله سوم هموروئید را باید پس از دفع به آرامی با انگشت به داخل فرستاد و مرحله چهارم امکان این که هموروئید به داخل برود نیست. مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید وقتی که ناراحتی و یا یک درد کم تبدیل به درد شدید بشود، معمولا نشان دهنده این است که یک لخته خون در هموروئید تولید شده که به آن ترومبوز هموروئیدی میگویند که دردناک ولی بی خطر است و سمپتوم ها کمک به داروهای ضد درد و مسل های نرم کننده و سبک سمپتوم ها به کمک داروهای ضد درد و مسل های نرم کننده و سبک پس از 1 تا 2 هفته از بین می روند و پس از جذب لخته خون ممکن است یک تورم کوچک بی درد باقی بماند و به ندرت امکان دارد تولید زخمی بکند که به تدریج بزرگتر بشود و با یک خونریزی مهم که باعث کمخونی بشود همراه. چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد؟ به محض اینکه یک خونریزی مقعدی دیده شد باید با پزشک مشورت کرد، حتی اگر خون به مقدار خیلی کمی باشد، زیرا می تواند به علت یک مشکل دیگری در روده باشد و نشان دهنده یک بیماری خطرناک دیگر روده است. علائم یا سمپتوم ها: احساس سوزش، خارش و ناراحتی در ناحیه مقعد، درد کم، درد کم و خونریزی در هنگام دفع، احساس تورم در داخل رکتوم،
ترشح مخاط از مقعد، خروج زائده های حساس در مرحله های دوم و سوم و چهارم. حالا چه کسانی ممکن است مبتلا بشوند؟ افرادی که یکی از فامیل نزدیک آنها مبتلا شده است. بانوان باردار، بانوانی که به طور طبیعی فارغ شدند و همینطور افرادی که دچار سروز کبدی هستند. البته میدونید که سروز کبدی دو نوع پیش میاد، یکی بر اثر مصرف بالای الکل و یکی هم بر اثر هپاتیت های مختلف، مخصوصا هپاتیت سی. عوامل تولید کننده یبوست یا شکم روش های مداوم، زیادی بیش از حد وزن، نشستن طولانی روی نشیمنگاه توالت، برداشتن اشیاء سنگین به طور روزمره و بالاخره تماس جنسی از مقعد. پیشگیری. راهنمایی های اولیه برای پیشگیری: اول تغذیه، زیاد کردن تدریجی مقدار فیبر در غذاها بهترین نوع پیشگیری است. میوه ها و سبزی ها، سریال ها و نان های کامل بهترین نوع فیبر ها را دارند که باید به تدریج به غذاها اضافه شوند. فیبرها باعث نرمی و اضافه شدن حجم مدفوع و در نتیجه دفع راحت آن می شود. نوشیدن، البته باید توجه داشت که این بهبودی چند هفته طول می کشه و شخص بیمار باید صبور باشه. نوشیدن آب و مایعات دیگر به مقدار کافی در روز. مخصوصا اینو بارها گفتم، بازم اضافه کنم، افراد سال خورده مغزشون اشتباه ترجمه میکنه پیام گرسنگی رو، پیام تشنگی رو به صورت گرسنگی اعلام میکنه و شخص کمبود مایعات پیدا میکنه. بله، کجا بودیم؟ بله، خوردن صبحانه. روده ها رفلکس تخلیه شدن بعد از غذا خوردن را زیادتر می کنند، مخصوصا پس از خوردن صبحانه. ورزش کردن مرتب. 20 دقیقه راه رفتن روزانه باعث تقویت فعالیت های روده‌ای برای تخلیه میشه. به مدت طولانی ننشینید و اگر به علت شغلی امکان ندارد، گاهگاهی به مدت 1 تا 2 دقیقه بایستید. اونم اگر امکان نداره، سر کارتون زیر میز پاهاتون رو اینجوری اینجوری تکون بدین، بچرخونین، حرکتش بدین و معمولا زیر میز که کار میکنین، با میز که کاره کامپیوتری ندارین، پاتون رو اون پا نندازین. بله، بهداشت روده ها. باید برنامه مرتب برای توالت رفتن داشت، مخصوصا هر روز صبح. این رو البته باید به بچه ها یاد داد. حتی اگه بچه میخواد بره کامپیوتر بازی کنه یا فیلم تماشا کنه، کارتون تماشا کنه یا یه کار دیگه ای داره، میگه نه احتیاج ندارم، ولی با این حال هم باید بردش و نشوندش روی لگن یا روی نشیمنگاه توالت و باهاش صحبت کرد و بهش کمک کرد که تخلیه کنه.
بله نباید صبر کرد، هر چه دیرتر باعث سختتر مدفوع می شود. هنگام دفن نباید زیاد زور زد. بیشتر از حد لزوم روی نشیمنگاه توالت ننشینید و مطالعه کنید. در این حال نشستن عضلات مقعدی در این حالت نشستن عضلات مقعدی شل شده و باعث زیاد شدن خون در رگ‌ها می شود. راهنمایی برای کسانی که مرتبا دچار می شود. در صورت لزوم از فیبرهای مکمل که به صورت آزاد در داروخانه ها فروخته می شود استفاده کنید. در دراز مدت هم استفاده باید کرد، حتی اگر آثار ناخواسته بیماری وجود نداره، شما سمپتوم ها رو ندارید. بله، راهنمایی برای کسانی که مرتبا دچار می شود. در صورت لزوم از فیبرهای مکمل که به صورت آزاد در داروخانه ها فروخته می شوند استفاده کنید. می شود در دراز مدت هم استفاده کرد بدون آثار ناخواسته. فقط باید به میزان زیاد آب بنوشید که دچار گرفتگی لوله گوارش نشید. یک کمی دیگه باید دستم آب بخوریم. از مسئله‌های دیگر به غیر از فیبرها استفاده نکنید، چون مسئله‌های دیگه خودش باعث تنبلی روده میشه. درمان‌های دارویی هموروئید. در اغلب موارد هموروئیدها با درمان‌های خانگی برطرف میشن. چند راهنمایی درمانی. ناحیه مقعدی را باید تمیز نگه داشت و هر روز حمام کرد یا دوش گرفت. مصرف روزانه صابون لازم نیست. پس از توالت از دستمال توالت کمی خیس شده استفاده کرد یا از دستمال‌های مرطوب برای نوزادان. از کاغذ‌های توالت معطر استفاده نشود. اگر خارش وجود دارد روزی 3-4 بار به مدت 10 دقیقه از کمپرس آب سرد استفاده شود. کمپرس چای سبز سرد شده مؤثرتر است. اگر خون دلمه شده و یا هموروئید خارج شده وجود دارد به مدت 10-15 دقیقه 2-3 بار در روز در آب گرم بنشینید. بعضی از داروخانه ها و یا بعضی از فروشگاه ها وسایل پزشکی لگن های مخصوصی دارند که روی نشیمنگاه توالت نصب می شوند. در آب صابون اضافه نکنید. پس از حمام با آرامی خود را خشک کنید و از پودرهای غیر عطری استفاده کنید که پوست خشک بماند. از آرد ذرت نرم استفاده کنید که ضد قارچ هم هست. در تمام هفته فقط روز سه‌شنبه کراوات می‌زنیم، اینجا باعث ترخ کردن و خارش میشه، این رو هم ببخشید. بله، از لباس زیر کتانی استفاده کنید که فیبرهای مصنوعی مانع خروج رطوبت میشن. تا هموروئیدها درمان نشدن از مصرف نوشیدنی ها و غذاهایی که میتوانند باعث التهاب بشوند خودداری کنید، مثل قهوه، حتی بدون کافئین، الکل، خردل،
فلفل و سایر ادویه های قوی. اشیاء سنگین را بلند نکنید زیرا باعث تشدید فشار در سیاه رگ ها می شود. برای مرتب بودن تخلیه ها پزشکان پیشنهاد می کنند که تا حد امکان راهنمایی هایی را که در قسمت پیشگیری گفته شد رعایت کنید. داروها برای درمان خارش می شود از داروهایی که بدون نسخه در داروخانه به فروش می رسد استفاده کرد. کرم ها و شیاف ها اکثر این داروها یا هیدروکورتیزون دارن یا بنزوکائین. داروهای مخصوص دیگری هم هست که از روغن کبد کوسه ماهی تهیه شده و خاصیت ضد درد دارد که حاوی داروهای گفته شده نیست. اگر درد ناراحت کننده یا شدید است می شود با یک داروی ضد درد خوردنی مثل تایلنول آن را آرام کرد، یا از کرم های ضد درد موضعی که بعضی از آنها احتیاج به نسخه پزشک ندارند استفاده کرد که به علت داشتن لیدوکافئین دارای خواص بی‌حس کننده هستند. در مواقعی که بیماری شدیدتر است پزشک شما داروهایی را تجویز می‌کند که با کم کردن فشار سیاه رگ ها درد را آرام هم می‌کند، مثل کرم های حاوی نیتروگلیسرین. توجه و هشدار: از داروهای حاوی هیدروکورتیزون یا بنزوکائین بیشتر از یک هفته استفاده نشود مگر اینکه پزشک دستور داده باشد. همچنین در صورت وجود عفونت محلی نباید مورد استفاده قرار بگیرد. برای رفع دردهای هموروئیدی نباید از ادویل، موترن و آسپرین اضافه کرد زیرا باعث زیاد شدن خونریزی می شود. درمان سریع هموروئیدهای خارجی: امکان استفاده از عمل جراحی برای دردهای حاد تولید شده بر اثر هموروئید خارجی همراه با ترومبوز که در داخل آن لخته خونی درست شده باشد وجود دارد. با بی‌حسی موضعی قسمت کوچکی از پوست اطراف مقعد همراه با سیاه رگ‌های دچار شده را برمی‌دارد. این عمل باعث می‌شود که امکان بازگشت بیماری کم بشود. در مورد افرادی که مرتب به این بیماری دچار می شوند و برای دیگران درمان های گفته شده قبلی کافی نیست، عمل جراحی باید در 72 ساعت پس از تولید سمپتوم ها انجام شود و پس از آن ناراحتی تولید شده بر اثر عمل جراحی می تواند بیشتر از قدرت درمانی آن باشد. این عمل ممکن است در بعضی از کلینیک ها و بیمارستان در قسمت اورژانس انجام شد. برای درمان هموروئیدهای داخلی اگر سمپتوم ها مقاوم نیستند و وضع زندگی بیمار را دچار مشکلات می کنند، یکی از اعمال بیماری زیر مورد استفاده قرار می گیرد. درمان‌های استروئیدی داخلی: اگر سمپتوم ها مقاوم هستند و وضع زندگی بیمار را دچار مشکلاتی می کنند از یکی از اعمال زیر می شود استفاده کرد. بستن سیاه رگ: این تکنیک موثر است و از آن زیاد استفاده می شود ولی برای هر هموروئیدی نمی شود از آن استفاده کرد. بستن رگ این تکنیک موثر است و از آن زیاد استفاده می شود.
اینو گفتم، برای این کار به کمک دستگاه مخصوصی که یک نوار کشی دور سیارهای گشاد کننده گشاد شده بسته میشه و در نتیجه گردش خون قطع میشه و هموروئید کوچیک میشه و از بین میره. امکان اینه که 2 تا 4 روز پس از این عمل کمی خونریزی وجود داشته باشه هست. بعد میریم سراغ سوزاندن. میشود هموروئیدها را با گرما یا تابش اشعه های مادون قرمز در ریشه سیاه‌رگ خارج شده از مخاط از بین برد. در اینجا گرفتن خون قطع شده و سیاه‌رگ از بین میرود. این عمل را میشود با جریان برق هم انجام داد. اسکلروتراپی یک دار تزریق داروی شیمیایی در قسمت ریشه هموروئید باعث اسکلروز شدن آن می شود و همینطور نسوج خوب بد را هم از بین می برد. یه چیز مهمی که باید بگم نیست. چرا؟ هموروئیدکتومی پزشکان از این عمل جراحی وقتی استفاده میکنند که هموروئیدها بزرگ باشند یا وقتی که هیچ درمان دیگری مؤثر واقع نشده باشد. در این عمل جراحی باید با بیهوشی کامل و یا با تزریق داخلی مهره‌ای در نخاع مهره‌ها بیهوشی کامل انجام شود و جراح با تیغ جراحی مقداری از نسوج محلی را که سیاه رگ های مورد نظر قرار دارند را بر می داره. این از عمل قبلی موثرتره و امکان بازگشت بیماری خیلی کمتره ولی دور نقاهت اون طولانی تره. خب بخت داره تموم میشه ولی یعنی وقت تموم شده. با این حال چون عید یهودیانه این بانوی یهودی را به شما معرفی میکنم، حتی اگه وقت بگذاری کمی با عرض معذرت از آقای بهبهانی. خب من فامیل ایشون را هم از یکی از دوستان هستم بپرسم، جواب نداد تلفنش. نمیدونم فامیلشون سپیر چیه؟ خانم ملیحه سپیر سال 1297 در یک خانواده سرشناس و بازاری به دنیا آمد. پدرش اسحاق فتح‌الله سپیر از درگرهای به نام بازار تهران آن روزگار بود و خانواده اهل فرهنگ و هنر داشت، با تحصیلات عالیه داشت. مادر ملیحه زنی پیشرو و تحصیل کرده و از خانواده سرشناس و مشهور بود. نصرت خانم فرزند حکیم سلیمان پزشک شهیر و مورد اطمینان ناصرالدین شاه بوده و پدر حکیم سلیمان به نام حکیم ماشیه پزشک مورد وثوق دربار ناصرالدین شاه قاجار به شمار می آمد. ببخشید دستم درد گرفت. خانواده مادری ملیحه بنیانگذار کنیسه معروف اسحاق حکیم بودند که بنای اصلی آن در سال 1332 گذاشته شد و در اوائل دهه 40 خورشیدی در محله شمیران توسعه یافت. ملیحه مانند فرزند بسیاری از بزرگان یهودی آن دوران در مدرسه نور صداقت دوره ابتدایی را گذراند. مدرسه ای که در سال 1310 در سراح امین حضور بنا شد و همکنون در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. او دوره دبیرستان را در رشته تعلیم و تربیت کودکان در مدرسه آمریکایی ها گذراند و
دبیرستانی که به آموزش زبان انگلیسی توجه بسیار داشت و مورد توجه خانواده های متجدد آن دوران بود. دکتر روح الله سفیر، برادر ملیحه، بیشترین تأثیر را بر روح و روان ملیحه در روزهای جوانی او گذاشت. روح الله از نخستین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود که بعد از فارغ التحصیلی به فعالیت‌های خیرخواهانه روی آورد. او اعتقاد داشت که بهداشت و سلامت باید عمومی باشد و می‌خواست دسترسی طبقه محروم جامعه به امکانات پزشکی را سهولت ببخشد. با اینکه خانواده متمولی داشت، اما با فقرا نشست و برخاست میکرد. آن روزها جهان درگیر کشاکش جنگ جهانی دوم شد. ملیحه نیز به کمک برادر شتافت تا محله اودلاجان را از بیماری های مصری همچون تیفوس و تیفوید نجات داد. همان روزها بخشی از آوارگان لهستانی که از یک سو مورد حمله آلمان قرار گرفته و از سوی دیگر از چنگ شوروی رهایی نداشتند، به سمت ایران سرازیر شدند. جنگ زدگانی که در گوشه فقر و فلاکت و گرسنگی و نداری بودند و شاید به علت یهودی بودنشان توسط جامعه یهودی محله اودلاجان مورد استقبال بیشتری قرار گرفتند. بیماران جنگ زده در این محله سکنا گرفتند و البته انواع بیماری های ناشی از جنگ دامن مردم محله را گرفت. روح الله که با کمک خواهرش بیوقفه و بیواهمه در دامن مریضان حاضر می شد، به بیماری تیفوس مبتلا شده و در اوج جوانی در بهار سال 1322 درگذشت. دوستان باید بدونن که اون موقع هنوز آنتی‌بیوتیک به اون صورت وجود نداشته. این اتفاق ضربه روحی مهلکی برای ملیحه بود. علی‌رغم اینکه او قبل از این واقعه با یک فرد سرشناس به نام جمشید کشفی ازدواج کرده و نام کشفی را برای خودش برگزیده بود، باز هم همدم و یار همیشگی برادرش در کارهای عام المنفعه بود و لحظه برادرش را تنها نمی گذاشت و فقدان برادر را نمی توانست تا بیاورد. ملیحه قریب به یک سال گوشه عزلت گزید و از خانه خارج نشد. او در پنهان و پستو برای برادر عزا گرفت، اما بعد از یک سال به تشویق همسر و با آرزوی آن که راه برادرش را ناتمام نگذارد، بنیادی به نام خیرخواه که او بنا گذاشته بود را سراپا نگه داشت. او در مسیر کارهای عام المنفعه برادر قرار گرفت و باز هم وارد عرصه کارهای داوطلبانه و عام المنفعه شد. در سال 1327 ملیحه سپیر با کمک شمسی حکمت برای کمک به زنان آواره لهستانی در ایران و همچنین خانواده های بی‌بضاعت یهودی و توانمندسازی زنانی که در گیرودار بچه داری و خانه داری از حقوق ابتداییشان هم محروم مانده بودند، اقدام به تأسیس و راهنمایی یک بنیاد خیریه به نام سازمان بانوان یهود ایران کرد. سازمانی که توانست مسیر زندگی بسیاری از زنان جنگ زده و همچنین زنان یهودی ایران را تغییر دهد. ملیحه به عنوان رئیس هیئت مدیره این سازمان در رشته کمک رسانی به مادران و کودکان فعالیت میکرد. این سازمان به تدریج قدرتمند شد و توانست مسیر زندگی
زنان آن حوالی را تحت تأثیر قرار دهد. در مدت زمانی کوتاه بسیاری از زنان متجدد و تحصیل کرده به این تشکیلات داوطلبانه پیوستند. او با کمک همسرش جمشید کشفی اقدام به جمع آوری یک لیست بلند بالا از اسامی خانواده های کم بضاعت یهودی کرد تا در جهت رفع نیازهای آنها تلاش کند. ببخشید تا کمی آب بخوریم. آنها برای تامین غذا، سرپناه، آموزش و تحصیلات این افراد بی‌بضاعت تلاش می‌کردند. برای تهیه این لیست از کلیه انجمن‌های کلمیان در تهران و شهرستان‌ها، انجمن فرهنگی مدارس آلیانس و شورای امور اجتماعی یهودیان ایران کمک گرفتند تا آمار دقیقی از یهودیان بی‌بضاعت و درماندگان شهرستانی و همچنین بازماندگان جنگ دومی جهانی را تدوین کنند. چندی بعد، یعنی در سال 1342، همسر ملیحه به عنوان نماینده جامعه کلمیان ایران به دوره 21 مجلس شورای ملی راه پیدا کرد. ملیحه کشفی اما در سخنوری و فصاحت از همسرش چیزی کم نداشت. او سخنران قابلی بود، به علوم زمانه و به زبان انگلیسی تسلط کامل داشت و به فصاحت بیان مشهور بود. او در سال 1959 از سوی سازمان بانوان یهود جهان به آمریکا دعوت شد تا در مورد زنان یهودی در ایران سخنرانی و اطلاع رسانی کند. ملیحه قریب به 60 سال پیش از نوشتن این یادداشت 60 سال پیش از نوشتن این یادداشت دعوت سفر به آمریکا را به عنوان قسمتی به عنوان فرصتی برای آموختن پذیرفت و به آمریکا رفت و در آمریکا ماند. در این مدت دوره‌های آموزشی بسیاری رفت و در کنفرانس های متعدد شرکت کرد. او در مسابقه های تلویزیونی و رادیویی به زبان انگلیسی به تشریح شرایط زنان یهودی در ایران پرداخت. 4 ماه در آمریکا ماند و در این مدت دوره های آموزشی بسیاری را از سر گذراند و در مورد تجربیات سازمان های مشابه آمریکایی و شیوه مقابله با مشکلات آنها کنجکاوی و تبادل نظر کرد. گفته های او سرمشق بسیاری از سازمان های غیر دولتی زنان آمریکا شد. ملیحه بعد از 4 ماه با کولهباری سرشار از دانسته های تازه به ایران بازگشت. دوستی او با شمسی حکمت در ایران به دایره روابط خصوصی محدود نشد، بلکه آن دو با همکاری همدیگر و با کمک سازمان زنان یهود اقدام به تأسیس اولین مهد کودک محله اودلاجان کردند. کاری که می توانست با ایجاد فراغت بیشتر برای مادران آنها را به سمت آموزش و کمال سوق دهد. هدف آنها این بود که علاوه بر آموزش کودکان در خانه مانده به مادران گرفتار نیز فرصت آموزش داده شود. با اینکه اولین مهد کودک در محله اودلاجان راه اندازی شد، اما به این محله محدود نماند و چندی بعد در خیابان گرگان تهران و همچنین در شهرهایی همچون شیراز و اصفهان نیز شعبه های آغاز به کار کردند که پذیرای 3000 کودک شدند و با امکانات رفاهی مناسب و یک وعده غذای گرم از این کودکان مراقبت کردند. این روزها در اسناد باقی مانده درباره تاریخ یهودیان ایران
با تلاش و کوشش مداوم ملیحه کشفی و دیگر اعضای سازمان زنان یهود در امور خیریه و آگاه سازی حقوق زنان ایرانی هم در تهران و هم در شهرستانهای دور و نزدیک به عنوان یک حرکت مهم تاریخ به ثبت رسیده است. ملیحه کشفی نیز مانند دوست دیرینش شمسی حکمت در سال 1960 به فکر تأسیس یک مدرسه متجدد و امروزی دخترانه افتاد و در نهایت با دریافت مجوز تأسیس مدرسه دخترانه گنج دانش را ایجاد کرد. خانم کشفی آن روزها نسبت به قوانین سهم الارث زنان در آیین یهود تلاش و مبارزه میکرد. در آیین یهودی دختران در صورتی از ارث بهره‌مند میشوند که والدین آنها فرزند پسر نداشته باشند و ملیحه که زنی امروزی و آگاه بود در مورد شرایط حقوقی و اجتماعی جامعه زنان کلیمی ایران سخنرانی و روشنگری میکرد. ملیحه کشفی از سوی دیگر تلاش میکرد کانون خیرخواه را که برادر درگذشتهش دکتر روح الله سفیر در زمینه بهداشت و سلامت مردم بی بضاعت را انداخت و البته مهد کودک‌هایی که خود را اندازی کرده بود به طور همزمان به سرانجام رساند. او در زمینه مشاوره خانوادگی نیز تبحر داشت و با کمال دقت و حوصله مشغول حل و فصل مسائل خانوادگی و اجتماعی افراد جامعه بود. او با دل و جان گوشش را به درد دل دیگران می‌داد و به حل مشکلات زندگی افرادی می‌پرداخت که دستشان از همه جای دیگر کوتاه بود. همزمان با انقلاب اسلامی ملیحه و همسرش تمام دارایی‌ها و دستاوردهایشان را رها کردند و ایران را به مقصد آمریکا ترک کردند. آنها در لس آنجلس ساکن شدند. او در لس آنجلس هم با کمک دوست دیرینش خانم شمسی حکمت سازمان زنان یهود لس آنجلس را بنا نهاد و به عنوان عضو ارشد و رئیس این سازمان تا روز آخر عمرش از خدمت به زنان دست نکشید. ملیحه در مارس 2004 در سن 87 سالگی در بستر بیماری چشم از جهان فرو بست و در شهر لس آنجلس به خاک سپرده شد. در مورد ملیحه کشفی میگویند که او اهل شهرت طلبی نبود و بسیار متواضعانه و بی‌ریا فقط برای بهبود وضعیت زنان و کودکان تلاش میکرد. تلاش او الزاماً به جامعه یهودی محدود نمیشد و با قلبی آکنده از مهربانی به خدمتگزاری خلق افتخار میکرد. در متن دست نوشته هایی که از این بانوی خیر و فعال باقی مانده نوشته شده است که مرامش خدمت به خلق بوده، من با مردم میخندم و با آنها میگریم، شادی من در شادی دیگران خلاصه میشود و همیشه در غم هم نوعان خود شریک بودم. این مقاله نوشته خانم ماهرخ غلام حسین پوره. خب میبخشید که برنامه طولانی شد و میبخشید که 4 دقیقه 5 دقیقه هم وقت از ساعت 1 گذشت، ولی برای اولین بار بود که از یک بانوی یهودی صحبت شد. این بود که چون اولین بار بود باید برنامه کامل معرفیشون کامل شد. برنامه ما در اینجا تمام شد با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد، برنامه رو به پایان میرسنیم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.